اعدام 11 زندانی از جمله یک زن در کرج، ارومیه، سنندج و بروجرد. ساری اقدام سرکوبگرانه یگان ویژه علیه ساکنان روستای کردمیر. برایان هوک کارزار فشار حد اکثری جواب داده است و ادامه خواهد یافت. دشخیمان خامنه ای صبح امروز پنجشنبه یک زن زندانی را در زندان سنندج اعدام کردند. وی که لیلا زرافشان نام داشت از 5 سال پیش در زندان به سر می برد. صبح امروز همچنین شکنجهگران زندان ارومیه 3 زندانی را به نام های رعوف آزادی خواه، شهاب الدین محمدپور و ابراهیم احمدی پور اعدام کردند. رژیم ضد بشری آخوندی همچنین صبح روز گذشته 6 زندانی را به طور جمعی در زندان گوهردشت کرج اعدام کرد. اسامی 2 تن از اعدام شدگان عبارتند از مجتبی سلیمانی و مصطفی بختی. در بروجرد نیز رژیم آخوندی 1 زندانی را روز چهارشنبه به نام سلطان فتحی راد اعدام کرد. نیروهای یگان ویژه به روستای کردمیر چهاردانگی ساری حمله کرده و ساکنان این روستا به خصوص زنان را مورد ضرب و شتم قرار داده و با گلوله پلاستیکی به طرف آنها حمله کردند. حالا کی تره وزو؟ کی بیه؟ ساکنان این روستا در اعتراض به دپوی غیر بهداشتی زباله از نقاط مختلف مازندران در این منطقه تجمع کرده بودند که با ماموران نیروهای یگان ویژه درگیر شدند. برایان هوک در مصاحبه با فاکس نیوز گفت ما سیاست‌هایی را به اجرا گذاشتیم که کار رژیم ایران در تأمین مالی نیروهای نیابتیش مانند حزب الله، حماس و جهاد اسلامی را دشوار می‌کند. برایان هوک افزود کارزار فشار حد اکثری ما جواب داده است و ادامه خواهد یافت. نقوی حسینی عضو مجلس ارتجاء در ادامه درگیری و تشنج در مجلس ارتجاء پاسدار علی لاریجانی و دولت آخوند روحانی را زیر ضرب برد و گفت حرفایی دارم که انشالله خود آقای دکتر لاریجانی حضور داشتن اینا رو مطرح میکنم. این که ایشون رو دیکتاتور خطاب میکنن، مسئول وضع کشور آقای پژمانفره، انحصار تریبون در اختیار آقای پژمانفر هست. انشالله راجع به اینا صحبت میکنم در به موقع و میگم که مسئول وضع فعلی مملکت چه کسانی هستن، کسانی که 20 دقیقه اینجا برجام رو تصویب کردن، کسانی که مسئول بزرگترین فساد اقتصادی در طول تاریخ دولت جمهوری اسلامی هستن. سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در جلسه سالانه اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفت هدف از کارزار فشار حداکثری علیه رژیم ایران کوتاه کردن دست آنها از منابع مالی برای حمایت از تروریسم است. وی افزود این رژیمی است که مردم خود را که به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات می‌کنند دستگیر و به زندان اوین می‌اندازد. ما مشغول افشای رفتارهای مخرب سازمان یافته رژیم ایران هستیم. عبدالله بن راشد آل خلیفه سفیر بحرین در آمریکا طی سخنانی در نشست اتحاد علیه ایران هسته‌ای گفت منامع روزانه با اقدامات مخرب رژیم ایران مقابله می‌کند. سپاه پاسداران تلاش می‌کند به هر صورت دانش بمب‌سازی را وارد کشورمان کند. کارزار فشار حداکثری مفید بوده و باید برای انزوای بیشتر رژیم ایران ادامه یابد.